خود صدام حسین به اثر حکم شرعی کافر است و هم اون طرفدار کفار است. باید ملت عراق بداند که این آدم آدم خطرناکی است برای ملت عراق و خطرش در ملت عراق زیاد است و الا به ملت ما که اون نمیتوند صدمه بزنه، او به ملت عراق خطرناک است و ملت عراق باید با تمام قوا کوشش کنند که این شخص فاسد را از بین ببرند و این جمعیتی که بر خلاف اسلام و بر خلاف مصالح اسلام و قرآن دارن عمل میکنند اونها را از بین ببرند. شما هم همین کار را بکنید که ارتش ایران نسبت به شاه سابق کردند، همینطوری که اونها رها کردند او را و متصل شدند به ملت و سربازها فرار کردند از پادگانها و متصل شدند به ملت، شما هم فرار کنید و قوای خودتون را صرف این کنید که این جرثومه فساد را از بین ببرید. خدا به شما تأیید میکند اگر چنانچه قیام کنید و این شخص را از بین ببرید و یکی را خودتون به جای او بگذارید. ما هم کمک شما هستیم در این که از خود شما، از ملت شما یک نفر اداره کند حکومت عراق را و این آدمی که برخلاف اسلام و برخلاف مصالح اسلام مشغول مفسده شده است، این فاسد را از بین ببرید، با ملت همراه بشید. ملت عراق هرگز با صدام حسین موافق نیست، یک روز هم موافقت ندارد. ملت عراق با اسلام موافق است، کسی که با اسلام موافق است، کسی که کتاب او قرآن است، کسی که کعبه قبله اوست، نمیشد با یک آدم کافری که در پناه کفار دارد زندگی میکند و در پناه کارتر و امثال کارتر دارد به حیات خودش ادامه میدهد، نمیشد با این همراهی بکنید. من به اونها سفارش میکنم به ارتش عراق که اگر میتوانند قیام کنند بر ضد این آدم و این آدم را از بین ببرند و خودشون جانشین او بشن و ما هم تأییدتون میکنیم، و اگر چنانچه این براشون میسور نیست فرار کنند.